باعث افتخار اداره علمی و دانشگاهی ایسنا هست که امروز این فرصت رو پیدا کردیم در محضر شما باشیم. خب یک بخش زیادی از مخاطبین اداره علمی و دانشگاهی ایسنا دانشجویان هستن، اصلا از عنوانش هم برمیاد اداره علمی و دانشگاهی. حالا میخوایم از تجربیات شما بدونیم، قطعا این تجربیات ارزشمند میتونه کمکی برای دانشجویانی باشه که تو این مسیر قدم گذاشتن. خب شروع گفتگو رو میخوایم از دوران کودکیتون شروع کنیم. این که از تجربیات دوران کودکیتون بگین، این که در مورد شرایط خانوادهتون بفرمایید، چند فرزند بودین، پدر و مادر چه دیدگاهی به تربیت شما داشتن و با این دیدگاه چطوری شما بزرگ شدین تا به دانشگاه برسید. ببینید، در ایام کودکی من، در ایام جوانی و نوجوانی من و در ایام بلوغ فکری و علمی من هیچ چیز استثنایی نمیتونیم پیدا بکنیم. کاملا یه آدم معمولی بودم مثل صدها هزار مردم این مملکت. من در 1311 در اول شهریور 1311 مطابق شناسنامه هم در زنجان متولد شدم و در یه خانواده پر اولاد، اقلا 9 فرزند داشتن که به سنهای بالاتر رسیدن و من نفر پنجم از این گروه 9 نفری هستم و درست در وسط 4 تا از برادرها و خواهرام از من بزرگتر بودند. خدا رحمتشون کنه، همشون به رحمت خدا پیوختن و 4 تای دیگر بعد از من متولد شدن و اونا الحمدلله در قید حیات هستن، در 4 تا و با بنده. فقط چیزی که میتونم بگم، در صحبت 90 سال پیش رو دارم میکنم، در اون زمان میزان سواد در جامعه بسیار اندک بود و پدر من، عموی من و برادر بزرگ من که حق پدری به گردن من داره، اینا سواد داشتن و کتابخوان بودند و این کتابخانی در خانواده من روی من تأثیر عمیقی گذاشت، روی دیگر برادرها و خواهرام هم همینطور. میتونم بگم که در یک خانواده کتابخان بزرگ شدم. کتاب‌های عجیب و غریبی هم در اون زمان نداشتیم. معمولاً این کتاب‌های متعارف مذهبی، از نمیدونم قمری بگیرین و کتاب های دعا و قرآن و وقایع اتفاقیه عاشورا و اینا می گرفت تا کتاب های داستان نظیر اسکندر نامه، ارسلان نامه و کتاب گلستان و بوستان که مال سعدی که معمولا در هر خانه پیدا می شد. اینا نوعی کتاب هایی بود که در اون روزهای اول در دسترس میتونست قرار بگیره و منم دسترسی داشتم، اینا رو خونده بودم. والا کتاب های عجیب غریبی هم در اون زمان برای به وسعتی که امروزا فراهمه و در دسترس همه هست در اختیار نبود. و در اون شرایط، خب بحث فرمودین 90 سال پیش هست، خب سطح سواد توی اون مقطع خیلی پایین بود. این علاقمندی و این توجه خانواده از کجا نشأت گرفته بود؟ نمیدونم، من بالاخره میتونم بگم که به درس و مشقم بیشتر میپرداختم، بیشتر از خیلی از همسن و سالهای خودم. در مدرسه هیچ وقت من شاگرد تنبلی نبودم و غیر من استثنایی هم نبودم، یاد یه دانش آموز معمولی مثل بقیه مردم بودم. و توجه پدر و مادرتون به شما، خب فرمودین 9 فرزند بودین، هیچ وجه متفاوت با بقیه برادرم و خواهرم نبود و منم مثل بقیه هرچی امکانات برای پدر و مادرم فراهم بود در مورد همه
میتونم بگم با عدالت تمام، بدون اینکه این کلمه به زبان بیاد، برامون فراهم بود. اگرم نبود نبود. و دوران مدرسه چه خاطراتی ازش دارین؟ خیلی کم. من 90 سالم ها، خیلی چیزا باید یادم رفته باشه. بله. خب آقای دکتر، خب شما فقط میتونم بگم که قسمت عمده تحصیلات ابتدایی و بخشی از متوسطه من تا کلاس سوم من متوسطه که در اون زمان داشتیم در دبستان و دبیرستان توفیق بود، یه مدرسه خوبی بود. همیزنجان آقای دکتر؟ بله بله. هنوزم هست؟ هنوزم هست بله. و یکی از خیرین به نام زنجان اون رو تأسیس کرده بود حاج علی اکبر توفیقی، و مدیرش هم در یه زمانی که من تحصیل میکردم رضا روزبه معروف بود که همه زنجانی ها ارادت و احترام خاصی بهشون دارن و خاطراتشو گرامی میدارن، و همین روزبه مؤسس مدرسه اسمش یادم رفت، مدرسه چی بود در تهران یادم رفته. و آقای دکتر، در طول دورانی که مدرسه درس میخوندین چه ایده‌ای در ذهنتون بود؟ یعنی همیشه به این فکر میکردید که قرار هست روزی به دانشگاه برید و رشته خاصی رو انتخاب کنید؟ حتما بله، برای اینکه کم و بیش اینکه این کشور دانشگاه درش دانشگاه ایجاد شده برای افرادی مثل من در اون سن و سال که 17-18 سالم بود جاذبه داشت و منم دنبالش بودم که به دانشگاه برم، و الحمدلله این موهبت نصیب منم شد و تونستم به دانشگاه تهران راه پیدا بکنم. بله. و انتخاب رشته فیزیک شاید برای اون مقطع یک مقدار عجیبه، شاید بیشتر علاقه مندی همیشه به طب بوده، حالا یا یه شاخه های از مهندسی. اینکه چطور شد شما علاقه مند به فیزیک شدید و این رشته رو اساسا انتخاب کردید؟ من میتونم بگم که از متوسطه به فیزیک علاقمند بودم. فیزیک ببینید شناخت طبیعت بر مبنای مشاهدات، و میتونی اونچه را که یاد میگیری و یا بهتون تعلیم میدن میتونی به عین خودت هم امتحان بکنی، ببینی که درستیشو برای خودت مسلم بکنی، آیا این حرفی که تو کتاب نوشته در مورد شناخت طبیعت درست است یا نه، میتونی برای خودت آزمایش بکنی. این برای من جاذبه داشت که آدم اون چرا که یاد میگیره بتونه درستیش رو مطمئن بشه ازش. شما صحبت کشاورزی هم کردیم، من به طبیعت هم علاقمند بودم از همون زمان کودکی، برای اینکه تو خونه کوچیکی که داشتم میدیدم که پدر، مادر، برادر بزرگ، کوچک درخت میکاشتن، سبزی میکاشتن، آبیاریش میکردند، محصولش میچیدن، احیانا معایبش و کمبودای گیاه و درخت اینا رو بررسی میکردن. اینا علاقه برای من ایجاد کرده بود. من به طبیعت علاقمندم، هنوزم علاقمندم، و حالا به آخر صحبتام برسم میتونم بگم که در مورد محیط زیست اینا چه کارهایی من انجام دادم در 10-15 سال گذشته. از محیط دانشگاه کاملا مشهوده. من هر کجا رسیدم و امکانم بوده درخت کاشتم. چقدر خوب. یکی از واقعا جذابیت های محیط دانشگاه به جز فضای سبز و دلنگیزی که داره این که وارد هر دانشکده که میشیم اینقدر توجه شما به فضای سبز که یک محیط واقعا آرامش بخش برای دانشجو ایجاد میکنه، یعنی به جز اون محیط آکادمیک و درس خوندن این فضایی که ایجاد شده یه آرامش خاطری واقعا به دانشجو میده. خیلی حس خوبیه واقعا برای ما که وارد شدیم این حس ایجاد شد. طبیعت آراسته
آرامش خاطر میاره. درست. و آقای دکتر، خب شما دو رشته رو، کشاورزی و فیزیک رو در دانشگاه تهران قبول شدید. این انتخاب خودتون بود؟ کاملا انتخاب خودم بود و البته چون نمیدونستم در هر دو رشته در آن واحد تحصیل بکنم، به مشورت همین آقای مرحوم رضا روزبه متوسل شدم و ایشون توصیه کرد من فیزیک رو انتخاب بکنم، بهتره با شناختی که از من داشت عنوان یه معلم بزرگ من، علاقه منو بهتر از خودم تشخیص میداد و جامعه رو بهتر از من میشناخت و بنابراین به من توصیه کرد برم سراغ فیزیک. ولی هنوز من کشت و کار و علاقه به طبیعت رو تا به امروز زنده نگه داشتم در بودم. پس نقش معلم در اینکه یک مسیر درست رو پیش پای دانش آموز بگذاره رو شما به عین خودتون تجربه بله. کردید، درسته؟ نقش معلم هر بود زمزمه محبتی جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را، شامل حال من شده. دقیقا. و آقای دکتر، از دوران دانشجویی بفرمایید. خب اون تایمی که شما، زمانی که شما وارد دانشگاه شدید 1329، خب دو تا اتفاق مهم رو شما توی دانشگاه تهران به عنوان یک دانشگاهی که خب همیشه با مسائل سیاسی عجین بوده تجربه کردی. یکی بحث ملی شدن صنعت نفت بوده و یکی بحث کودتای 28 مرداد بوده. چه تجربیاتی توی اون مقطع داشتی؟ من یه دو سه سالم به پیشتر از 1329 برم. اون موقع که در دبیرستان بودم بالاخره اتفاقات جامعه رو جسد گریخته در حدی که یک جوان یا نوجوان 16-15 ساله بتونه بفهمه میشنیدم، گاهی میخوندم توی روزنامه های معدودی که دست آدم میرسید. یه چیز تأسف آور، من در سده 20 1320 همیشه ذهن من اشغال میکرد، بیش از اندازه هرج و مرج فکری در جامعه بود، انگار که مردم نمیتونن تصمیم بگیرن با هم دیگه چطور صحبت بکنن و سر چه مسائلی با هم توافق بکنن و یا نکنن. بیشتر نزاع فکری بود مخصوصا در دهه 1320، همه با هم دیگه مخالف بودن، کمابیش مثل همین زمان حاضرمون بود، همه با همه مخالفن. این برای جامعه به نظر من سازنده نیست و آدم اختلاف نظر، اختلاف سلیقه باشه به جای خودش، ولی نزاع با هم دیگه سر سلیقه ها و سر نظرها، این به هیچ وجه سازنده نیست. و بله، اتفاقات بسیار ناخوشایندی در اون زمان اتفاق، ترور روزنامه نگار، ترور نخست وزیر، نمیدونم کودتا، این بره اون بیاد. تو دانشگاه ها هم یه هرج و مرجی می دیدم، هرج و مرجی فکر اکادمیک هم در واقع این شرایط وجود داشت، مطمئنن تأثیر می گذاره دیگه. دانشجویی که قرار سر کلاس بشینه نمیدونم فیزیک و ریاضی قرار درس بخونه و فکرش در بیرون اینکه حزب من چی گفت یا مثلا من موافقم یا مخالفم با اون چی باید بگم، حواس پرتی میاره دیگه. نه به فیزیک میرسه، نه به ریاضیش میرسه، نه به اون چیزی که در جامعه دنبال میکنه. اینا در اون سالهای ایام تحصیل من در دانشگاه ها وجود داشت، یه هرج و مرج فکری من میدیدم در اون زمان. و نه چیز خوشایندی نبود اون سالها. با
با توجه به این اتفاقاتی که تجربه کردین، حالا یک گذری هم به روز دانشجو بزنیم، شما آیا موافق فعالیت دانشجویان تو امور سیاسی، دخالتشون تو مشارکتشون تو امور اجتماعی هستین؟ آیا دانشجو صرفا وظیفش باید تحصیل باشه یا باید مشارکت در مسائل اجتماعی و سیاسی هم داشته باشه؟ ببینید، جوان دانشجو سن 18، 19، 20، 21، 22، 23 رو داره و قبل از اون هیچ تجربه اجتماعی معمولا جوانای ما نداره. توی دبستان و دبیرستان فقط گفتن این درس رو بخون، اون کتاب رو بخون، این تست و کنکور رو بزن، با جامعه آشنا نیست. چون با جامعه آشنا نیست، یک از نظر من ممکنه که مخاطبین شما و خوششون نیاد از حرف من، آدم های ساده لوحین، انرژی دارن، آرزوهای خوب دارن، ولی ساده لوحن. و اون وقت هر اختلاف نظر بزرگ مخصوصا سیاسی در سطح جامعه حواس اینا رو پرت میکنه، از سازندگی دور میکنه اینا رو. و چون انرژی دارن بالاخره میخوان یه دست به یه کاری بزنن. چون محیط دانشگاه هم نسبتاً به بقیه محیط‌های دیگر جامعه آزادتره، این آزادی عمل وقتی که میخوان استفاده بکنن اشتباهات بزرگتری هم میکنن و آسیب هم میبینن. در تمام این دوران من دیدم دانشجو به خاطر ساده اندیشیش آسیب دیده. در سالهایی که من در دانشگاه بودم، سالهایی که بعد من از دانشگاه آمدم بیرون، در دهه 30 دارم میگم، آسیب دیدن. در 16 آذر آسیب دیدن. در سالهای 40-45 در اختلالات دانشگاهی آسیب دیدن. در بعد از انقلاب آسیب دیدن. در همین چند سال پیش آسیب دیدن. اینا ساده نگری جوان ساده لوح دانشجو به مسائل پیچیده اجتماعی و سیاسی و اقتصادی. آقای دکتر، جسارتا فضای فعلی دانشگاه ها رو در واقع چطور میبینید؟ چون الان احساس میشه که در واقع به لحاظ در واقع حالا مثلا تعدد احزاب یا تشکل‌های مختلف فعالیت خاصی تو دانشگاه صورت نمیگیره. دانشجوان خیلی میل و رغبتی ندارن برای اینکه چه خوب من چه خوب که این میل و رغبتشون حالا رفته. ببینید، من دیروز، همین دیروز و همین ساعت داشتم به هنرستان کوچیکی در زنجان داریم برای اونا صحبت میکردم. یکی از این نوجوانا سنای 15-16-17 ساله بودن، از من پرسید که خب ما کی میتونیم مثل کشورهای دیگر نمیدونم این کار بکنیم اون کار نکنیم. گفتم من یه مقدمه بگم، یه صحبت کلی بکنم و بعد ببینید که جواب سوالتون رو در این صحبت کلی من میتونیم پیدا بکنیم یا نه. امروز با شما این رو در میون میگذارم. دانش های جدید و تکنولوژی های جدید در اروپا به وجود آمده کم و بیش از 300-350 سال پیش. شما از زمان گالیله شروع بکنید، نیوتن، نمیدونم بعد بقیه ریاضیدان ها، شیمیدان ها و متفکرین، اکثریت اینا و بزرگترین اینا در اروپا بودن، در تمام اروپا بودن.
در ایتالیا بوده، در انگلستان بوده، در فرانسه بوده، در آلمان بودن و بیشتر این تکنولوژی ها هم فکر اولیش در اروپا به وجود آمده. ولی بعد از جنگ جهانی دوم میبینین که همون آدمایی که در کشور خودشون اون همه عزت و احترام داشتن مهاجرت میکنن به آمریکا. اون وقت مهاجرت میکنن سال 1345، سال 1945 جنگ جهانی دوم تمام شده دیگه. بعد از اونه که این مهاجرت عظیم در درجه اول از اروپا به آمریکا و بعد ماها هم که فهمیدیم که توی دنیا چه خبره، البته یکم فهمیدیم توی دنیا چه خبره، خیلی چیزاش هنوزم نفهمیدیم. ماها، وقتی میگم ماها یعنی ما ایرانی ها، دوستان همسایمون ترک ها، این یکی دوستانمون عرب ها، از اون طرف ژاپنیا، چینیا و استرالیا، همه آرزوش اینه که در آمریکا باشن. مرگ بر آمریکا میگیم ولی بچه همونو میفرستیم اونجا. خب و اون وقت آمریکا رو میبینین که الان متحورترین، جسورترین آدم ها آقای استیو جابز، آقای ایلان ماسک، آقای زوکربرگ، شما اضافه بکنیم این اسامی که من دارم میگم، آقای بیل گیتس، اینا در آمریکا به وجود میاد. در حالی که پایه های معلومات علمی و تکنولوژیکی اینا در انگلستان بوده، در آلمان بوده، در فرانسه بوده. از خودم بپرسیم چرا؟ چرا این اتفاق میفته؟ چرا این آدم های خوبی بعدشون کاری ندارم، میخواین هرچی میخواین فحشم لازم باشه بدیم بهشون، دنیا را نمیدونم استعمار کردن و به استیصال کشندن اینا. مثلا همین گوگل، الان گوگل به تمام سرنوشت مردم دنیا مسلط، بنیانگذارانشون هر کسی هستن آدم های جسوری هستن، آدم های بسیار بسیار متحوری هستن. با آدم های معمولی دیگر فرق میکنن. چرا؟ چرا اینا همهشون اکثریتشون در آمریکا چیز شدن؟ متمرکز میشن. هیچ فکر کردین این رو؟ به نظر هم میرسه آمریکا تاریخ 200 سال بیشتر نداره عمرش. جمهوری ایالات متحده نمیدونم چندمین سال تأسیسش الان. آقای نیکسون 120 سالش شو یا 150 سالش شو میخواست جشن بگیره دیگه. 200 سال. قید و بندهای 1000 ساله 2000 ساله نداره. انگلستان داره این قید و بند داره. این قید و بندهای بازدارنده در مورد علوم و فنونشون هم تأثیر میگذاره. این جامعه جدید آمریکا، این فارغ از اینا، در نتیجه آدم جسوری مثل ایلان ماسک پیدا میشه، میگه که من میخوام بین مریخ و زمین که نمیدونم خط مسافرتی بگذارم. آقای دکتر، اینو چون خودتون اونجا تحصیل کردیم و تدریس هم کردیم به اینه دیگه به چشم خودتون بله بله بله